درود بر دوستان عزیز، امیدوارم که در این روزها که دائم با خبرهای ناراحت کننده مواجه میشیم بتونید تعادل خودتون رو حفظ کنید، چون میدونید هر آنچه رو که شما امروز به جهان هستی ارتعاش بدید آینده شما رو تشکیل میده. میدونم مشکله، اما باید بتونیم خودمون رو تحت کنترل داشته باشیم. یعنی اگر ناراحت میشیم، این ناراحتی نباید تمام سلولهای بدن ما رو در بر بگیره، چون که یه موقعی این مسئله دوباره برمیگرده رو خودمون و باز یعنی با ناراحتی، با حس ناراحتی که میفرستیم به بیرون، دوباره یک مسئله ناراحت کننده دیگه رو میاریم توی زندگیمون. بنابراین لطفاً خیلی احتیاط کنید که چی به بیرون ارتعاش میدید. به این معنی نیست که وقتی که خبر مرگ کسی رو بشنوید بیخیال باشید، اینو دقت کنید، منظور من این نیست. مسئله این هستش که اجازه ندید خشم، ناراحتی و عصبانیت زندگی شما رو تشکیل بده. همسو نشید لطفاً با این احساسات مخرب، چون که اینا میچرخن و دوباره برمیگردن و باعث میشن که دوباره یه اتفاق دیگه بیفته. یعنی شما جذب میکنید هر آنچه را که حس میکنید و این موضوع خیلی مهمه که بتونید اینو درکش بکنید برای آینده خودتون، برای آینده بچه هاتون. یکی از مصاحبه‌های کریستینا رو یه 3-4 هفته پیش ترجمه کردم، ولی خب بخاطر این اوضاعی که الان هست زیاد حوصله نمی‌کردم که ضبطش کنم، ولی دیگه امروز گفتم براتون بازگو کنم. در ضمنم خدمت شما بگم که من یک ایمیل برای کریستینا فرستادم و ازش خواستم که در مصاحبه بعدیش در مورد وضعیت ایران صحبت کنه. ایمیل خب ایمیل خصوصیشه که من ندارم، بلکه از توی وبسایت برداشتم. حالا نمیدونم اصلا به دستش برسه یا نرسه، در هر صورت امیدوارم که پاسخ سوال رو بده و اگه پاسخ داد من بلافاصله بعد براتون خواهم گفت که چی گفت در مورد وضعیت ایران. خب بریم سراغ مصاحبش. سوال: چطور میتونیم به درون عشق راه پیدا کنیم؟ زمانی که بتونیم دیگری رو درک کنیم، زمانی که انسانیت رو زندگی کنیم، درون قلبمون هستیم و باید آنچه که بازگو می کنیم بتونیم حس کنیم. اگر فقط بازگو کنیم فایده نداره، مهم اینه که از یک جایی شروع کنیم. اگه بگیم من نمیتونم حس کنم، فقط درون افکارم هستم، باید تمرین حس کردن رو انجام بدیم. یعنی اونقدر تو فکرمون بقیه رو دوست داشته باشیم و بهشون عشق بدیم، اول به صورت یک واژه و یه زمانی هم این حس به وجود میاد. اینجا فکر کنم شاید نیاز به توضیح باشه. منظورش اینه که مثلا فرض کنید شما همسایتون رو دوست ندارید، ولی هر وقت میبینیدش یا به یادش میفتید تو دلتون بگید عشق بهت. درسته که دوستش ندارید، درسته که این حس عشق رو بهش ندارید، ولی اینو انقدر تکرار کنید تا یک موقعی یا میبینید اول از حالت خوش نیومدن خونسا میشید و بعد کم کم شاید حتی یه چیزهای خوبی هم، یه اخلاقیات خوبی هم توش ببینید. حالا این همسایه فقط یک مثال بود. شما باید با همه این حس رو بکنید، یعنی هر کسی رو که میبینید بهش عشق بدید. دائم تو دلتون بگید عشق بهت، عشق بهت. انقدر این کارو بکنید تا این عشق کم کم شکوفا بشه درون شما. وقتی میرید تو خیابون به اون درخت عشق بدید، به اون پرنده ها عشق بدید. الان تو این وضعیت میدونم یه عده‌ای میگن یعنی ما به اون یارو که بچه ما رو میکشم عشق بدیم. نه، چون اون انسان نیست. من در مورد انسان ها صحبت میکنم. به انسان ها عشق بدید، به طبیعت عشق بدید و این عشق کم کم در شما رشد میکنه. این میشه تمرین عشق ورزیدن و عشق حس کردن. سوال بعدی: چطوری موجودات دیگه میتونن درون ما راه پیدا کنن؟ پاسخ: ما اول باید یه دریچه ورودی داشته باشیم تا اونا بتونن وارد بشن. این دریچه میتونه به صورت مشکلات حل نشده باشه، نقاط سیاه درونی که اصلا به اونا آگاه نیستیم، مسائلی که درون ما مسدود شدن و برامون خوب نیستند. مثلا اگه مرتب عصبانی باشیم و توانایی کنترل عصبانیت رو نداشته باشیم، موجودات تاریک توانایی ورود به جسم ما را خواهند داشت. عصبانیت چیز بدی نیست، اما باید مسیر درست رو طی کنه. گاهی نیاز به عصبانیت داریم تا بتونیم یه سری مرزها رو تعیین کنیم. ترس هایی هم که داریم دریچه ورودی هستند.
خیلی چیزا هستن که سبب میشن مورد استفاده موجودات تاریخ قرار بگیریم، در واقع هر آنچه که ارتعاش بالایی نداشته باشه. دوستانی خیلی مهمه ها، این چیزی که الان گفته اینو واقعا برای وضعیت الان اینو درک کنید. اگر دائم ناراحت باشید شما یک دریچه‌ای باز میکنید برای موجودات تاریک و هیچ کس دلش نمیخواد که اینا وارد حاله ی آدم بشن، درسته؟ خب سوال بعدی، ما در زمانی زندگی میکنیم که میکنیم که موجودات تاریک و روشن تلاش به ورود دارن، کمی شبیه کشیدن دو طرف یک تنابه. مناطقی وجود دارن که اتفاقات ناخوشایند زیادی اونجا پیش اومدن، آیا این مناطق میتونن پاکسازی بشن؟ یا اگر کسی حس میکنه به موجودی در کنارش هست که براش خوب نیست و اونو تحت نفوذ داره، چه کار باید انجام بده؟ پاسخ: باید پاکسازی کرد. اگر کسی ندونه چطور، باید به کسی مراجعه کنه که کمکش کنه، ولی طرف حتما باید فکر کنه چرا اصلا اینا تونستن وارد جسم من بشن. لابد یه مشکلی هست که این دریچه باز شده و روی اون هم باید کار کرد. کسانی که اعتیاد دارن هم خیلی موقع‌ها تحت تاثیر موجودات تاریک قرار میگیرن، همچنین کسانی که در خواب کامل به سر میبرن، اینا در کنارشون یه انرژی تاریک هست که تلاش میکنه طرف بیشتر و بیشتر به خواب فرو بره. سوال: آیا مواد طبیعی در مغز میتونن ترشح بکنن، ترشح بشن که طرف بتونه بیدار بشه؟ اینجا اسم نبردن ولی منظورش یه چیزایی مثل ماجیک ماشروم و آیاهواسکا و ایناست. پاسخ: من موافق این هستم که هر کس خودش بتونه به آگاهی برسه، چون شما با مصرف این مواد نمیدونید در چه لایه‌ای و چه بودی قرار میگیرید. سطوح قشنگی هستن ولی اگه به سطحی برسید که بد باشه، بعدش مشکل خواهید داشت، چون واقعا چیز دیوانه کننده ممکنه ببینید. مهم این هستش که هوشیاری خودمونو بتونیم ببریم بالا و نه دیدن موجودات. در اینجا مجری میگه خیلی دوست دارن همه چیز رو ببینن، اما همه چیز هم قشنگ نیست. باید خوشحال باشید که توانایی دیدن هر چیزی رو ندارید. گاهی که شبا با کریستینا توی ماشین هستم و دارم رانندگی میکنم، کریستینا یهو میگه که وای تو چطوری تونستی از داخل این موجود عبور کنی؟ حالا این چی هست؟ خدا داند. خلاصه این هم یه چیزی بود که مجری این وسط انداخت، چون مجری یکی از دوستای صمیمی کریستینا هست که وقت زیادی رو با هم میگذرونن. در هر صورت کریستینا ظاهراً هر چیزی رو میبینه. سوال: درون زمین چی وجود داره؟ پاسخ: درون زمین غارهای بسیار بسیار عظیمی وجود دارن که با همدیگه متصل هستن و در اونجا تمدن‌های زندگی میکنن، به صورت فیزیکی البته، نه که به صورت انرژتیکی. اینا دو دسته هستند، تعدادی ما رو دوست دارن و تعدادی هم نه. اونایی که با ما خوب هستن خیلی میل داشتن که با ما ارتباط برقرار کنند و اگه ما انسان‌ها مهربون‌تر میبودیم این ارتباط برقرار میشد. اونا خیلی دلشون میخواست که به ما کمک کنن، اما از ما فاصله گرفتن، چون ما انسان‌ها متاسفانه اینجوری هستیم که هستیم. اگر آگاه تر بشیم کم کم حتما میتونیم با اونا صحبت بکنیم و وارد رابطه بشیم. این هم از آخرین مصاحبه کریستینا. امیدوارم که لذت برده باشید و بهتون کمک کرده باشه پاسخ یک سری سوالات رو دریافت کنید. مواظب خودتون باشین دوستان. زن، زندگی، آزادی با قلب و روح هم پیشتون هستن.